داستان عبدالرحمن ابن عوف واقعا شنیدنی است. وقتی که از مکه هجرت کرد، کل زندگیشو گذاشت هجرت کرد به یثرب، به مدینه. نه خانه‌ای داشت، نه سرپناهی داشت، نه چیزی برای خوردن داشت. پیامبر عبدالرحمن معرفی کرد به یکی از انصار اهل مدینه، گفت این برادر توست، هر چی داری باش تقسیم کن. اون انصاری به مهاجر، به برادر مهاجرش عبدالرحمن ابن عوف گفت که برادرم، من دو تا خانه دارم، هر کدوم تو میخوای مال تو باشه. عبدالرحمن براش دعا کرد، بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، خدا برکت تو خانت بندازه، راه بازار نشونه من بده. گفت من دو تا بستان دارم، دو تا باغ دارم عبدالرحمن، هر کدوم تو میپسندی مال تو. گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق، خدا برکت در بستان تو، باغ تو بده، راه بازار نشونه من بده، کجاست من برم داد و ستد بکنم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عفت نفس عبدالرحمن رو شنید که مهاجر با پای برهنه و دست خالی آمده هجرت کرده به خاطر خدا و رسول خدا، اینقدر عفت نفس و عزت نفس داره که راه بازار نشونه من بده، تنبلی نمیخواد، مفخوری نمیخواد، دعای برکت در رزق و روزی و عمر عبدالرحمن کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. به جایی رسید که عبدالرحمن میگه که دیگه نمیتونست شتراشو بشماره، گوسفنداشو بشماره، نمیتونست درهم و دینارشو بشماره. به جایی رسید که از برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت اگر پام به سنگی برخورد میکرد که سنگ جا به جا میشد، انتظار داشتم که زیر اون سنگ یک گنجی برای من باشه، سبحان الله. ولی وقتی به این مال رسید، مال تو قلبش قرار نداد که اینطوری نگاه بداره، دستشو اینطوری کرد. ایام سفری شد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به رحمت خدا رفت. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از حیات نورانی و مبارکش، یک روزی 700 تا شتر قافله، شهر مدینه در قحطی بود، تنگنا بود، مواد غذایی کم بود، مردم نیازمند بودن، مشکل داشتن. در همین اثنا، در تنگنایی شدید اهل مدینه و اطراف مدینه، قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوف، سبحان الله، 700 تا شتر قطار از شام می آمد، تمام مایحتاج شهر مدینه و اطراف مدینه بار بود، حمل بود. ام المؤمنین عایشه دید که گردبادی، طوفانی اطراف مدینه بلند شده. جوانی رو طلبید، گفت پسرم برو اطراف مدینه نگاه کن، این گردباد مال چیه؟ این طوفان، این گرد و غبار مال چیه؟ نه که طوفانی داره میاد. دوید رفت، وقتی برگشت گفت یا اما، ای مادر، این گردباد نیست، طوفانم نیست، این گرد و خاکی که برپا شده قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوفه، تمام آذوقه ها و مایحتاج و نیازهای شهر مدینه و اطراف مدینه باره، حمله داره میاد، این گرد و خاک ها مال قافله 700 شتری عبدالرحمن ابن عوفه، کسی که وقتی وارد مدینه شد هجرت کرد با لباس تنش بود، نان خوردن نداشت و عفت نفس و عزت نفس داشت، رفت تو تجارت. الان یک قلم قافله تجاریش 700 تا شتره در اون زمان. گفت پسرم برو عبدالرحمن رو از زیر زمین، زیر سنگ پیدا کن بیارش، اینجا کارش دارم. عبدالرحمن بره قافلهشو تحویل بگیره یا بره حرف مادرشو گوش بده؟ اگه من و شما بودیم کدوم یکی رو؟ کل دلالا و تجار مدینه و سمسارا همه رفتن بیرون، هر کسی 50 تا شتر گرفته، این مال من، جدا کرده از شترا، از قافله. عبدالرحمن رو پیدا کرد، گفت برو که مادر تو رو طلبیده، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما. قافله رو 700 تا شتر و تجار رو ول کرد، دوید رفت پیش ام المؤمنین عایشه، گفت لبیک یا اما، لبیک ای مادر، ام المؤمنینه، همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلمه. گفت کاری داشتی مادرم؟ گفت بله عبدالرحمن، این قافله مال توست، این قافله ای که طوفان برپا کرده،
سرش انداخت پایین، گفت مال خداست در دست منه، در اختیار منه، فعلا مال خداست دست منه. گفت عبدالرحمن، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات بود چیزی درباره تو فرمودن، من تو حافظم هنوز هست، مثل که الان نقش بسته، مثل این که یک سرباز معمولی جلو ارشدش ایستاده، سیخ آماده باش. گفت چی درباره من شنیدید از رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت بگو مادر که طاقتم سر آمد. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنت حبا. گفت مادر خودت شنید از دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت بله. عبدالرحمن زد زیر گریه. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عبدالرحمن ابن عوف روز قیامت، روز محشر، وارد بهش میشه در حالی که چهار دست و پاس، سینه خیز داره میره، مثل نوزادی یا بچه های کوچیکی که یه چند ماه که ازشون گذشته تاری با دو تا دستشون، دو تا زانوشون و پاشون، سر پاشون سینه خیز راه میرن. عبدالرحمن گریه کرد، گفت مادر خودت شنیدی؟ گفت بله شنیدم. یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنت حبا. گفت مادر تو همینجا بیست، من برمیگردم. مثل دیوانه ها میدوید به طرف قافله بیرون از مدینه، و همینجور که میدوید فریاد میزد عبدالرحمن باید دوان دوان رو پاهاش بداده وارد بهش بشه، نه سینه خیز. و من اجازه نمیدم که این قافله 700 تا شتری مانع دویدن من به سوی بهشت باشه. رفت که تجار همه زمام شترها را گرفتن، مال من. گفتن عبدالرحمن کجایید؟ کجا رفته بودید؟ یک تومن، یک درهم، 10 درهم سود برای تو، مال ما باشه. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 درهم، 20 درهم، 1 درهم، 30 درهم، 1 درهم، 50 درهم. گفتن بیشتر به من سود دادن و رب دادن. به جایی رسیدن تا 1 درهم به 200 درهم. و عبدالرحمن میگفت بیشتر به من سود دادن. تجار تعجب کردن، در مدینه تاجری غیر از ما نیست. انصافا چیز خوبی ای عبدالرحمن، یک درهم، 200 درهم، کدوم تاجری به تو سود داده؟ گفت اگر بیشتر میدی مال شما، اگر نمیدی بیشتر به من دادن. گفتن حد ما دیگه همینه، 1 درهم، 200 درهم. عبدالرحمن خدا رو گواه گرفت و همه تجار رو گواه گرفت، گفت همه گواه باشید که من با الله معامله کردم و تجارت کردم، 1 تومن 700 تومن و الله یضاعف لمن یشاء. کل 700 تا شتر رو همونجا گذاشت و در یک مهرجان بزرگی و عید بزرگی و جشن بزرگی کل 700 تا شتر چه بین فقرا و نیازمندان و اهل مدینه تقسیم کرد، زمام شترش هم به خانه نبرد و میگفت من میخوام دوان دوان وارد بهش بشم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. در تعامل با خدا نترسید، دودل نشید.